بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو در این اوضاع قراشمیش پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. آقای دکتر هلاکویی همیشه میگه که قرار نیست زندگی، طبیعت، خدا با ما مهربان باشه و همیشه این سختی ها و اینها بوده و هست و خواهد بود. حالا مهم این هست که من و شما چگونه با اینها رفتار کنیم. و اما امروز شنبه هست، برابر با 22 مهر ماه 1402 و 14 اکتبر 2023. یک چند روزی یا شاید یکی دو هفته برنامه نداشتم. فکر کنم بعد از برنامه آقای ناصر پاکنژاد، اینقدر برنامه این مرد کمدی و افتضاح بود که اصلا دیگه میل و رغبتی نداشتم برنامه بذارم. یعنی با خودم حقیقتش گفتم اگه اینا فکر میکنن فعال سیاسی هستن، خب وای به حال اونایی که به اصطلاح دنبال اینا هستن. بعد دیدم نه بابا، مردم عاقل هستن، کسی دنبال اینا نبود و نیست و نخواهد بود. و ما هم گفتیم خب باز برگردیم با شما دوستان باشیم. چند روز گذشته دوستان از من هی سوال میکردن آقا نظر شما راجع به حماس، فلسطین، اسرائیل چیه؟ من حقیقتش چون زیاد نمیدونستم، الانم نمیدونم، گفتم بهتر اینه که برم یه کمی تحقیق کنم. حالا نتیجه این تحقیق هایی که انجام دادم، کتابخونی که دیگه نمیریم، این یکی مینویسه میخونیم، اون یکی مینویسه میخونیم، این میگه اون دروغ میگه، اون میگه اون دروغ میگه، فوش به هم میدن، ماکسیموم میایم تلویزیون نگاه میکنیم، ویدیو نگاه میکنیم و الی آخر. دوستان، داستان اسرائیل و فلسطین نه یک شبه حل میشه، نه با یک جلسه برنامه تلویزیونی، نه با نشست چندین دولت. من دیروز یه برنامه دیدم که یک خانم کلیمی بود، توی برنامه بود، فارسیش هم خوب نبود، ولی ایشون محقق بود. بعد یه آقای کمونیستی به نام آقای بنایی، فکر کنم تلویزیون مناتو بود، چون آقای پوتکینه، کیه؟ پوتکین مهرآذر. اتفاقا این مهرآذر شیرازیاش فامیل ما هستن، ولی ایشون مثل که اهل همدان هست. خیلی برنامه خوبی بود و صحبت‌های خوبی انجام شد، ولی آقای پوتکین یک کمی مثل آقای میبودی همینجوری الکی، اینا میدونی که تهیه کننده هستن، میرن اسرائیل و پولی میگیرن و سفر میکنن اونجا، یه دو روز مهمونی و خوش میگذره، برمیگردن میان، بعد اینا فکر میکنن الان دنیا دیده شدن. دیدی همه اینایی که میرن پاریس، میرن خیابون شانزلیزه، برمیگردن فکر میکنن پاریس رو دیدن، در صورتی که پاریس و فرانسه و اینا شما باید برید توی دهات کوچولوش، توی شهرهای کوچولوش، توی همون شهر پاریس که هستی باید برید توی کوچه پس کوچه هاش، نه اونجایی که همه توریستا میرن. بگذاریم، میخواستم بگم ببخشید بنده ریش نزدم و با این حال اومدم. دلیل ریش نزدنم یه هفته ای من این فکم درد گرفته و ما فکر کردیم اول دندونمونه. رفتیم دندون پزشک، همه چی رو نگاه کرد، گفت نه چه دندونای خوبی داری. گفتیم اومدیم گفتیم که شاید گوشمون درد میکنه. رفتیم دکتر گوش نبود، رفته مکزیک. رفتیم این ارجنت کر، کسایی که توی تایسن و اینا هستن، یه ارجنت کر این نزدیک بود، یه خانمی به نام شیلا سلیمانی، اهل اصفهان، هم زیبا رو، هم زیبا خو، هم زیبا صورت و زیبا سیرت. این خانم فکر کنم نرس پرکتیشن یا هم چیزی باشه، اینایی هم که میتونن به جای دکتر معاینه کنن و به جای دکتر نسخه بدن. نگاه کرد گفت بله، این گوش شما متورم شده. میدونم چند مدت پیشم بهتون گفتم این گوشیایی که میذاریم تو گوش، که یکش اینجا باید باشه، حالا اگه نبودم براتون پیدا میکنم، اینا اگه مواظب نباشی، این گوشی ها دوستا بهش میگن ایرباد، اگر این پلاستیکم سرش باشه بذاری تو گوشت،
بعد چون صدا رو درست نمیشنفی هی پوشش میدی داخلتر، خب اونجا تاریکه، هوا هم نمیره. اگرم کاری که انجام میدی، من تو ماه جولای این رو استفاده میکردم، روزی 10 تا 12 ساعت خلاصه عرقم میکردم، عرقم که میاد راه معمولی رو نمیگیره بره. دیدی بودید یه جایی که آب میداد برای که صدا نده یه نخی میبستن بهش، این نخو میذاشتن توی بطری مثلا، آب به جایی که تق تق بخوره به این کف سینک آشپزخونه میرفت اون بطری، صدام نمیداد. اینم از انسان دو پا. خلاصه این عرق که میومده از این میرفته داخل و به به دیگه قارچا اونجا خوش بودن، تاریک بوده، خیس بوده، مویسچر رو نمیدونم دارکنس و همه چی و گوشت نمیدونم، هنوزم نمیدونم. خلاصه خانمه گفت که گوشت سرخه، یه لکه اون پایینم میبینم خیلی نیست، ولی برای که مطمئن بشیم آنتیبیوتیک. 10 روز به من آنتیبیوتیک دادن، آنتیبیوتیکای قوی دونه اینقدر. من هنوز نمیدونم چرا این قرصا رو به این بزرگی درست میکنن. یادتونه اون وقتا مموری که میخریدی مثلا 500 مگابایت که میخریدی اینقدر بود، الان 64 گگابایت میخری اینقدر. بگذاریم. خلاصه دلیلی که ریش نزدم گفتم یک کمی به صورت و چک و فک و چونه و اینها مرخصی بدم، استراحت بدم. و اما برگردیم به سراغ اسرائیل. و من امروز توی برنامه نوشتم، الانم اسکایپ رو باز گذاشتم، اگه کسی میخواد با تصویر با صدا، لخت نباشین، تنبون پاتون باشه، پیرن تنتون باشه، بیاین با هم صحبت کنیم. شما اگر فکر میکنید که حق به اسرائیله، من فکر میکنم حق به مردم، حق با مردم اسرائیل و با مردم فلسطینه. نه حماس حق داره نه اسرائیل حق داره. مخصوصا اسرائیل با این نخست وزیری نتانیاهو به حدی خرابکاری کرده که دیگه صدای ترامپ هم در اومد. ترامپ دیروز یه جایی، یا پریروز بود فلوریدا، یه جایی سخنرانی میکرد، گفت که من نمیخواستم بهتون بگم، ولی حالا که این ماجراهای اسرائیل پیش اومده، ما برنامه قتل این قاسم سلیمانی رو با اسرائیل هماهنگ کردیم، قرار بود بریم پیش و اینها. بعد شبی که قرار بود این برنامه انجام بشه، نتانیاهو گفت من هم چیکاری نمیکنم، ما کاری به اینا نداریم، فلان بیسار اینا. البته ترامپ با همه پدرسوختگی و شارلاتانیش یه جوری به نحو خیلی باهوش و سمارت میخواست بگه که نتانیاهو احتیاج داره به این آخوندا. و اون خانمی که من بهتون گفتم تو اون برنامه، که متاسفانه الان اسمش یادم نیست، انگلیسیشون هم خوب نبود، ولی یه گردنبندی که با فروهر بود توی گردنشون بود، و آخرش هم خیلی تشکر کرد از مردم ایران که با مردم اسرائیل و فلسطین هستن و اینها، اون هم همینو گفت. گفت که خامنه ای احتیاج به نتانیاهو داره و نتانیاهو احتیاج به خامنه ای. که آقای پوتکین فوری گفت که خانم قبلا که نتانیاهو نبوده. گفت ببخشید، منظور من اسرائیل به جمهوری اسلامی احتیاج داره، جمهوری اسلامی به اسرائیل. اینو شما یه جمله اون بالا بنویسید، یادداشت کنید. یه جمله دیگه بهتون میگم که جنگ جنایت است، ولی کودک کشی و کشتار شهروندان جنایت جنگی. حالا شما این جمله رو که می‌نویسی، این کشتار شهروندان و کودک از دو طرف، چه از فلسطین چه از اسرائیل، میشه جنایت جنگی. خب جنگ هم که خودش جنایت بود، اونایی که ریاضیشون بهتر از منه میفهمن. اینجا میشه جنایت به توان دو، نه ضرب در دو، جنایت به توان دو. یعنی هرچی اون جنایت شدیدتره، این شدیدتر میشه، چون ضرب در دو دو تموم میشه، میشه دو تا جنایت. هیچ، بگذاریم. ما رفتیم یه سری فیلم و اینها نگاه کردیم که الان براتون میارم نشون میدم که آقای نتانیاهو سال 2020
پول میفرسه، از دیگران میگه کمک هاتونو به حماس قطع نکنید، چون حماس همفکر تندروهای یهودی صهیونیست. گوش کنید، حماس همفکر تندروهای یهودی صهیونیستی هست که میگن ما نمیخوایم دو تا کشور یا دو تا استیت، دو تا ایالت، دو تا فرمانداری به نام فلسطین و به نام اسرائیل داشته باشیم، ما یک کشور میخوایم به نام اسرائیل. این بدبختارم مثل مرغ، دیدی شما مرغ که نگه میداری کنار خونت یه تیکه هستی چیز بهش میگن چیکن فنس فکر کنم، یعنی نرده هایی که برای مرغ درست کردن اینجور چارگوش چارگوشه، میخری که اینا اونجا باشن، میری بهشون دون میدی، این بند خدا هم اونجا میچرخن و بعد اگر هم موقع تخم گذاشتنشون بشه تخم میزنن، شما هر روز میری تخما رو برمیداری میای. اسرائیلی که صهیونیست و یهودیای تندرو میخوان اینه. بعد برای من خیلی عجیب بود این آقای بنایی، من این دوستان اینجا هستن، جواد بنایی، سعید بنایی، اینا خب ارادت دارم بهشون، ولی این آقای بنایی که اومده بود تو تلویزیون من و تو، اگه کسی میدونه اسم کوچیکش برای من بنویسه تا من ببینم میتونم باش تماس بگیرم. گویا ایشون کمونیست بوده، ضد رژیم شاه بوده، جز به همین اپوزیسیون کمپوزیسیون هر چی که میگیم بوده، بعد خودش آب توبه ریخته رو سر خودش و رفته، حالا دیگه گربه عابد شد، رفته آلمان و اینها، از این وری دیگه رفته، حالا دیگه رفته به طرف یهودیا. و اون میگفت اصلا کشوری به نام فلسطین وجود نداره. دوستان قبل از 1948 اطلس دنیا که هست که نقشه ها، همونجوری که شاه به این مایک والاس گفت که گفت تو مدرسه رفتی؟ گفت بله. گفت اونجا بهت گفتن اسم این گلف چیه؟ اسم این خلیج چیه؟ گفت گفتن خلیج فارس. دیگه روش نشد و الا باید میگفت خب احمق بگو خلیج فارس. آقای بنایی برو اطلس های قبل از سال 1948 رو نگاه کن، قشنگ نوشته پلستین. اوکی آخش من نمیدونم چند بهتون پول میدن برای یه برنامه که میاین خودتون رو میفروشین، چقدر ارزش داره؟ حالا برای که یه کتاب نوشتی میخوای کتابتو پروموت کنی، بیای اینجوری طرف میگی شلوارشو میفروشه. شما ای کاش شلوارتون رو میفروختین، اولا یه شورتی پاتون بود، ولی مغزتون رو میفروشید، فکرتون رو میفروشید. دوستان یه ویدیوی خیلی کوتاهی هست، بذارید من این رو ببندم که اونای دیگه جلو هم باز بشه اگر کسی هست چیزی می‌نسه. امروز من نمیدونم همینجوری ناشیانه برنامه رو شروع کردم، هم از مردم تیوی پخش میشه هم از صفحه خودم سوربی، بعدم میذارم روی یوتیوب، هر کسی هم میخواد. اینجا نوشتم اگر شما یهودی صهیونیست هستید، یه اشتباه کردم، یا از اسرائیل طرفداری و حمایت میکنید، مایل هستم در برنامه زنده امروز بدون سانسور با شما درباره جنگ اسرائیل و حماس گفت و شنودی داشته باشیم. خب ضرب العجل بود، انتظارم نداریم الان همه نشسته باشن روز شنبه خونه شون که ببینن سوربی چی گفته اونا هم جواب بدن. زمینن ما ملتی شدیم که دیگه نام شدیم، بی‌حس شدیم، برامون هیچی مهم نیست، میگیم این جنگم تموم میشه و همین جورم هست، این جنگه یه هفته دیگه تموم میشه. این ویدیو رو من اگر بتونم براتون پیدا کنم بذارم اینجا که توی لایو گذاشتم، البته ما وقتا به دوستان میگفتیم خب اگه میخوان بیاین بگید براتون بفرستیم، بعد دیدیم بابا اونا اصلا تنبلن، کسی حال و حوصله نداره. خب این لایو شو، برنامه لایو امروز، این یه برنامه‌ایه که خود
خبرنگار روزنامه اسرائیلی از اسرائیل با خانم ایمی گودمن صحبت میکنه. زیر چیز گذاشتم الان دوستان، الان نگاه نکنید اینو برای بعدتون، زیر صفحه فیسبوک تو قسمت کامنت گذاشتم که نوشته اسرائیلی جورنالیست گیدیون لوی: اسرائیل شود لیفت سیج اند کال آف پلان. میدونید که دیروز دیگه اومدن یه پلانی گذاشتن، گفتن تو 24 ساعت 1,100,000 نفر از اون منطقه برن بیرون، ما میخوام بیان بمبارون کنیم، ما میخوام نفراتمونو با تانک و با قدم و پیاده بفرسیم اونجا. اصلا ببینید اگه هیتلر همچین چیزی به دنیا گفته بود هنوز داشتن فوشش میدادن، باور کنید. خب حالا بذارید من ببینم این چرا اینجا نیستش، یه دونه ریفرش بزنم. خیلی جالبه، اون وقتی اینجا بود الان نیست. اینم از کارهای فیسبوک و نمیدونیم دیگه واقعا ما کم آوردیم در مقابل اینایی که هی عوض میکنن و هی بروز میکنن اینا. خب همین زیر صفحه خودم گذاشتم و به اصطلاح اگه خواستید میتونید با ایمیل، من فکر کنم اولین تلویزیونی بودم، اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی که بودیم، یه حرفی هم نیست، جایزش هم گرفتیم، جایزه نوبل بهمون دادن، یکی میگفت مدال طلای گینیس بوک گرفتم و تموم شد دیگه، پول رو خرج کردیم رفت. ولی اولین تلویزیونی بودیم که شماره تلفن، ایمیل آدرس، وبسایتمون همه رو به صورت خیلی ساده، ببین مردم تیوی دات کام، فیسبوکمون facebook.com/ مردم تیوی، ایمیلمون info@mardomtv، شماره تلفنمون نوشتیم گذاشتیم، شما تو هر کدوم از این سایت ها که برید باز میتونید پیدا کنید. حالا بهتون میگم 202-695-2573 همین شماره برای واتساپ هم هست، اگه وقت اسکایپ کسی میخواد بیاد، اسکایپ ما که فقط امروز باز گذاشتم هست مردم تیوی 1. یعنی شما باید اسکایپ داشته باشید، بعد بنویسید میخواید با مردم تیوی تماس بگیرید، اینجا صدا میده، ما با هم تماس میگیریم، مثل دو تا انسان پیشرفته قرن 21 با هم صحبت میکنیم. دیروز هولاکویی به یک خانمی که میخواست بشه زنی دکتر میگفت این آقای دکتر تو قرن 21 چرا تا 45 سالگی ازدواج نکرده؟ خانمه میگفت یه چند بار رفت خواستگاری ولی ول کرد. گفت چرا رفت خواستگاری ول کرد؟ گفت برای که خواهرش و مادرش بهش میگفتن و این به خاطر اونا رفت. گفت این کسی که شما میخواین باش ازدواج کنید میرفته خواهر و مادرش رو برمیداشته میرفته خواستگاری یک جایی، تو اون خونه اون دختر خانم میمده و به اینا میگفتن میخواییم ازدواج کنیم و بعدم میگفتن برین توی اتاقی با هم صحبت کنیم و میرفته میمده بعد ول میکرده. شما با یک همچین آدمی تو قرن 21 میخواین ازدواج کنید؟ که من همون موقع گفتم اگه این دختره با این حرفایی که هولاکویی بهش زد رفت با این آقایی که 20 سال هم از این بزرگتره ازدواج کرد، واقعا نشون میده که اولاغه، حداقل بچه دار نشه که دیگه کره خر به دنیا میاد. گرچه گفت تصمیم گرفتیم فوری هم دو تا بچه داشته باشیم. این خانم 25 سالش بود، اون آقایی که میخواست باش ازدواج کنه 45 سالشه. بعد چون دکتر هولاکویی با منطق داشت بهش میگفت شما به کار هم نمیخورید، شما بچه اول بودید و دنبال بابا میگردی، این میخواد بیاد بشه بابات، خلاصه ایباشونی که گفت بله منم زود قهر میکنم. گفت آره چه کار کردی بعد از قهر اولی؟ گفت اون بهم گفت این لباس رو نپوش، منم نپوشیدم درست شد. گفت بیچاره فکر خودت باش، تو میخوای بری توی خونه، امروز هستید 25-45، اولا هر جا میری ایرانی ها آدم های بدی هستن، کرم دارن. گفت هی به آقای میگن دخترتونه چه خوشگل،
شوهر داره یا ما برای برا گفت میدونن و میشناسن اذیت میکنن. بعد گفت حالا بگذاریم، این که امروز 45 سالشه به لباس تو گیر داده، فردا که شد 60 سالش شما میشه 40 ساله، اون موقع شما یک خانمی هستی میان سال، به قول معروف شکوفهات شکفته، حالا میخوای هر لباس، خانمای ایرانی هم که دیدی میرن تو Forever 21 لباس بچه های تینیجر رو اینا رو به زور میکشن برشون، این چربی ها هم میکنن تو دامن و تو چیز، وقتی پشتشون رو میبینی یا جلوشون میبینی مثل این لاستیک میشلین هست، همه جاش اینجور اینجور اینجوری علامت تایر، ولی دلشون خوش که مثلا فلان اندازه رو پوشیدن. گفت تو اون موقع میخوای بری اونو بپوشی، اونو موقع تو شکی که تو با کی قرار داری، مواظب باش، خدا کنه این خانمه با این ازدواج نکنه. و چقدر این آقای هولاکویی صبر و حوصله داره که با اینا اینجوری مدارا میکنه. هی خانمه میگه حالا شما چی میگی؟ میگه من هیچی نمیگم. میگه میدونی؟ میگه من نمیدونم. شما قراره از من مشورت بخوای، من بهت مشورت دادم، گفتم برو 100 ساعت کلاس با روانشناس. دوستان روانشناس و روانپزشک فرق میکنه. روانشناس یکی میشینه و قصه های دلت گوش میده و بر اساس حرفایی که بهش میزنی بهت یه پیشنهادی هم میکنه. روانپزشک میگرده دنبال این که ببینه این آدمی که داره حرف میزنه تو مغزش چه خبره، بر اساس اون دارو میده، دوا میده، بسترید میکنه. حتی در صورت این روانپزشک و روانشناس رو قاطی نکنید. البته خیلی از این روانشناسا بیشتر روانپریش هستن تا روانشناس. بگذاریم، خلاصه ما اومدیم یه نگاهی کردیم به این داستان. میدونید ما شیرازی ها خیلی دوستان کلیمی داریم توی بازار. اصلا شما اگر بری شنبه بازار شیراز تعطیله حقیقتا، و وقتی تو شیراز شرکت نگو ما میخوایم پنجشنبه رو تعطیل کنیم، همه داد و بیداد که آقا پنجشنبه رو شما میخواید تمرین تعطیل کنی، جمعه هم که تعطیله، شنبه هم که دوستان کلیمی تعطیلن، خب یه شنبه هم بگو مسیحی ها راحت هم اصلا زندگی رو تعطیل کنیم بریم. و این کار انجام نشد. یه جورایی هم میگفتن جمعه و شنبه، بعد آخوندها گفتن نه اینجوری روز تعطیلی کلیمی ها هست و اینا. بگذاریم، ولی کلیمی در شیراز زیاد بوده. حالا شما بیاین بگید که به گفته این آقای بنایی اصلا فلسطینی وجود نداشته، که دروغ محضه. تو داستان ها هست که حتی 2000 سال پیش از جاهای دیگه میرفتن فلسطین، درخت زیتون و نمیدونم درخت فلان میخریدن میبردن کشورهای دیگه. اینم نبوده که اونجا یه جایی باشه صحرای کربلا و اسرائیلیای عزیز اومده باشن آبیاری قطره‌ای کرده باشن و الان شده باشه گل و بلبل. این ورش دریاست، اون ورش خاورمیانه، آب و هوای خوب مثل آلمان و مثل هلند و اینا که نیست که. بگذریم، من یه سوالی از شما دارم. این دوستان یهودی که الان برگشتن میخوان زمین های پدریشون رو بگیرن، که بر میگرده به قوم اسرائیل و یه قوم دیگهش نمیدونم چی بوده، به اون دو قوم، یعنی به 3700 سال پیش. خب این آمریکا که 450-500 سالشه، اگه صاحبش اومد گفت آقا شما اومدین اینجا رو گرفتین برو بیرون، چی میشه؟ کشورهای دیگه چی میشه؟ تمام این خطکشی هایی که روی جغرافی میبینید، توی کتاب ها میبینید، یه کشوری بزرگ شده، کوچیک شده. همین امپراتوری ایران رو میگیم، امپراتوری روم رو میگیم، امپراتوری یونان رو میگیم، اونا باید چیکار کنن؟ اصلا چرا وقتی که کوروش رفته اون بابل و یه شهر دیگه بوده اونجا رو به اصطلاح فتح کرده، حالا اینا میگن رفته آزادی داده، رفته آزادی داده به اینا گفته شما میتونید همینجا بمونید، دین خودتون داشته باشید، یا اصلا پاشیم با هم بریم سیزه بده، پاشیم بیاین ایران. چی شد از اون موقع یهودی ها چرا نرفتن کشورشون اگه اسرائیل بود؟ آقای بنایی چرا نرفتن؟ چون شغل و پول و اینها در کشورهای دیگه بیشتر بود.
بعد هی نگید این قوم یهودی قوم برگزیده هست، از اون ور داریم قوم سرگردان. اگه شما به خدا باور دارید میگید خدا گفته اینا قوم برگزیده هستن، خب خود خدا گفته اینا قوم سرگردانن، اینا لیاقت داشتن زمین و اینا ندارن، باید همجور بگردن. حالا دیگه بگذاریم از اون آقای مهندس موسا که اینا رو برداشت 40 سال تو صحرا چرخون یه راهی رو که امروز ثابت کردن شما هیچی هم بلد نباشی 2 هفته پیاده روی کنی اصلا میبینی، میگه ای آقا ما اینجا بودیم، بهتون گفتم 4 سال پیش من ترکیه بودم، یه روز اوبر هنوز اکانتم اونجا درست نکرده بودم، اومدیم پایین تاکسی ها گیدم هتل سوار شدیم، نمیدونیم میخواستیم بریم کجا، همین از این بازار و این چیزا، دیدم این راننده تاکسی ما رو 2-3 بار داره یه جایی میچرخونه، بهش گفتم آقا داش کاکو جون شما پولتو بگیر ولی ما رو نچرخون، برو برسونمون اونجا. که دیگه از اون به بعد با اوبر حسنش اینه، اول کار شما تو لابی هتل که هستیم میزنی بهت میگه 50 دلار مسیرت هم بهت میگه، اون آقا هم اگر شورتکاتی بلده زودتر از اون ور شما رو میبره، میون بر بلده از اون ور میبره که زودتر برسه 50 دلارشو بگیری بره. مثل این راننده تاکسی نیست که هی بچرخه هی این میترش هم کار کنه، کنتور میگیم کانتر یا خلاصه میشماره، یعنی شماره اندازش کار کنه و الاغ. خب این یهودی ها کجا بودن؟ اصلا قوم یهود موقعی که موسی بوده چند میلیون نفر بودن، چند هزار نفر بودن که به قول شما 60 میلیونش میگین یا 6 میلیونش ببخشید 6 میلیونشون در جنگ جهانی دوم هیتلر و اون متعصبایی که همراه هیتلر شدن از بین بردن، باقی شما چقدر بوده بعد از 1948 بعد از جنگ جهانی دوم اولین روز تأسیس اسرائیل؟ چرا اسرائیل که تأسیس شد همه نیومدید اونجا؟ من تاریخ رو درست نمیدونم، ولی چرا یه نفرتی از یهودی ها تو دل همه هست، چه مسلمون باشن چه مسیحی باشن چه لادین باشن؟ چرا؟ چون اینها تو برخوردهای کسب و کار، اینها تو برخوردهای دینی با آدمای دیگه نایس نبودن. شما دینشون رو نگاه کن، یه دین بسته است. شما ببین این اسلام چقدر زور میزنه که بره این یه زنی بگیره میخ اسلام بزنه و یه زنی بیاد مسلمون بشه، این خانم بره شوهر کنه و بیان دودولش ختنه کنن و اون بیاد مسلمون بشه. یعنی چه کار میکنه؟ داره یارگیری میکنه. اینه که امروز اسلام یا دین اسلام بیش از 1 میلیارد بیلیون چه میدونم این عددام دیگه من گیج شدم نفر داره، و از اون ور شما میبینی کلیمیا ازدواج میگه بین خودمون، میگه شما اگه مادرت کلیمی باشه کلیمی هستی. یعنی حتی اگر یک خانم کلیمی گناه کبیره کرد، حالا نمیدونم کبیره، باید از یک خاخام بپرسم، و رفت ازدواج کرد با یک مسلمون یک مسیحی، بچه های اینها خود به خود کلیمی هستند، چون از مادر کلیمی ولی از بابای هیچ چیزی نمیبرن. بعد برید بخونید، همین الان بزنید اون مریضی که در قوم یهود هست به دلیل همین ازدواج های اینبرید، اینجا میگن، اینجا مثلا مسخره میکنن وست ویرجینیا رو، میگن اینا چون با هم ازدواج میکنن، مثلا این میبینی رفته خالش گرفته، خالش نمیدونم با برادر باباش توی اصلا یک آدم های شکل های عجیب غریب و اینها، و هیتلر این پسر جوونه که دربارش صحبت میکنه میگه چنان نفرتی از یهودیا پیدا کرده بود چون کارگر بود هیتلر. هیتلر وقتی باباش میمیره مادرش میمیره با اون همه زحمت نمیتونه پول دارو و بیمارستان و مادرش رو بده، کارگری میکنه و اینها، میره به حزب سوسیال به اصطلاح عضو میشه چون فکر میکنه اینا سوسیال هستن، تیکر آف سوشال جامعه و فلان اینا، بعد میبینه همه رهبراشون یهودی هستن.
بعد اون مهاجرایی که آمد و به اصطلاح حزبی درست کرد خودش توی آلمان که حزب سوسیال مردمی هم چیزی هست مال چیز. و من داستان نبرد من این کپوی هم چیزی بود مال آلمان به فارسی کتابشو کتاب گویا 8 ساعت گوش دادم متوجه نشدم درست، تا اینکه این آقای جوونه وقتی اومد خلاصه تو نیم ساعت تو 40 دقیقه توضیح داد کاملا فهمیدم که چی شده. البته ناگفته نماند، نفرت بیش از حد گاهی وقتا بکفایر میکنه. یعنی شما اگه یه سنگی رو محکم بیای بزنی به یه دیوار خودت نزدیکش باشی برمیگردی میخوره بهت، چون نفرت داشتی اومدی نزدیک. از دور بزنی ممکنه بزنی شیشرم بشکنی درم خراب کنی، ولی چون میای نزدیک این به خاطر شدت نفرت سنگو که میزنی سنگه ممکنه برگرده بخوره سر چش خودت. هیتلر اینجوری شد. حالا خیلی ها میگن اگه هیتلر بود و به آرزوهاش میرسید دنیا چی میشد؟ باز برگردیم عقب، چون پریدیم، ما پریدیم از حضرت موسی و اون دو تا طایفه بودن و با هم جر و دعوا داشتن و نمیدونم دو تا برادر بودن دو تا پسرامو بودن هرچی، ولی از همون زمان اینا مشکل داشتن. تو دهات ایران یادتونه سر آب بیلا رو بر میداشتن میرفتن هر دو سه هفته یکی کشته میشد. حالا این شد برای شما آب. و باز دکتر هولاکویی میگه که بله من میفهمم، من اینقدر از یک کسی عصبانی باشم که برم بخوام اونو بکشم، ولی اینو نمیفهمم که بدونم اگه میرم اونو میکشم اینا میان 100 نفر 1000 نفر از خانواده من رو میکشن. داشت راجع به حماس میگو. اون وقت این آقای مهبودی بی سواد شاه اللهی هی میگو نه آقای دکتر توی اینترنت من خوندم فلان. میگو عزیز من، دیدید که آقای هولاکویی، عزیز من شما اصلا من درک نمی کنی که من دارم چی میگم. میگم اون حماس حماقت انجام داده که از شدت تنفر و فشار زندگی اومده این کار جنایت فجیع رو انجام داده، جنایتی که هنوز شما یه عکسی از سر بریده یه بچه اسرائیلی ندیدید، ولی بچه های فلسطینی رو دیدیم که از لای سنگ و آجر میکشن بیرون مرده هستن. بچه های فلسطینی رو دیدیم زخمی، صورتشون گلوله خورده. خبرنگار زن رفت اونجا وایساد گفت که امروز اینجا 40 نفر بچه رو پیدا کردن سراشون رو بریدن. ببین این جمله گفت از دهنش اومد بیرون رفته تو گوش من و شما. بعد گفت البته من ندیدم. یه سربازی اینجا میگفت، تا امروز اون سربازه پیدا نشده. متوجه میشید چی میخوام بگم؟ پروپاگاندای جنگی. اونایی که تو انقلاب و بعدش زمان جنگ تو ایران بودن یادشونه، رادیو ایرانی میگرفتیم میگفت امروز رهبران نمیدونم دلیر ما آقای رفسنجانی تفنجانی تشباد میده فلانی رفت جبهه با این بچه های جوان رفتن عراقی گرفتن. قیق 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 میچرخوندی شورت ویو همه داشتیم SW میچرخوندیم عراق. شوهر ننه خامنه‌ای، ببخشید شوهر خواهر خامنه‌ای، آقای تهرانی و اون گوینده عراقی میگفت که امروز ما رفتیم خرمشهر رو گرفتیم. حالا شما نشستی تو شیراز، شما نشستی تو تهران، کدومشو باور میکنی؟ به این میگن پروپاگاندا. پروپاگاندا یه فیلمیه، این تو جنگل هستن و شیر هستن و یه آدم آهنی هستن و اینها، آز فکر کنم اسمشه. این یه جایش هست که یه پرده هست، یه محیطی هست، یه صدای بلندی میاد از این پشت که همه از اونجا وحشت میکنن. چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من، وقتی میرن کنار میرن یه حیوان کوچولوی اون پشت با بلنگوی بزرگ. الان این روزا با این همه سوشال میدیا و اینها هنوز میگن هر کسی بلنگوی بزرگتری در دست داره صداش بیشتر شنیده میشه. نه هر کسی منطق میگه، نه هر کسی حق میگه. آقا توی آمریکا توی دانشگاه هاروارد که توی همین برنامه اون آقای شاهوردی هم چیزی شاهورودی با
افتخار میگفت که نه اینجا آزادی هست، برای همه آزادی هست فلان. چهار نفر اون داشت از چیز میگفت، از اسرائیل میگفت، ببخشید گفتم هاروار، چهار تا دختر اینجا صبح اون روز شنبه هفته گذشته نوشتن صبح بخیر روز شادی. خب اولا دانشگاه روز شنبه، اونم شنبه ای که عید اینا بوده، همجور نوشتن. این چهار نفر رو خواست بگه که ببین آزادی، هیچ کارشون نکردن. خانومه که بهتون گفتم گفت چهارتاشون رو اخراج کردن. بعد این گفت نه اخراج نکردن، یه مراحل قانونی فعلا ملحق معلقشون کردن، فعلا معلقشون کردن. در آمریکا یه جوونی که همه کاراش درست شده بوده که استخدام بشه، به خاطری که یه نظر نوشته راجع به فلسطین و اسرائیل، بهش گفتن شما نمیخواد بیای سر کار. در هاروارد نامه 31 گروه دانشجویی، میدونی گروه های مختلف دارن، نوشتن که کار اسرائیل محکومه، کار حماس محکومه، حماس یه آدم چی میگن در پیکره، اسرائیل یه کشور، اسرائیل یه ارتشه، شما نمیتونی همون جوری که اون قانون شکنی میکنه قانون شکنی کنی، از شما انتظار میره که law and order. اون وقت شمایی که ادعا میکنی میای تو تهرون، خیابون تهرون دانشمنده داره میره، میری مغناطیس میزنی به ماشینش منفجرش میکنی، چرا این شنگل شنگل بازی ها رو توی غزه در نیاوردی؟ چرا اونا رو یکی یکی نزدی؟ برای که برید بخونید نتنیاهو حماس رو حمایت کرده، پول داده، فکر کرده اینا یه عده هستن نمازگزار، و دیدید که توی انتخابات حماس برنده شد. این حماس هم با اون حماس خوردنی فهم کنه، این حماس هست مثل که یعنی در هر صورت انتخابات برنده شد 17 سال پیش 2006 موندن توش. اونجا هم حزب الله برنده شد ها، تو لبنان. اینم انتخابات آزاد، وقتی بدی به یک کشوری که دانش انتخابات نداشته باشه و آزادی انتخابات نباشه. حالا همیشه حتما از خودتون میپرسین چجوری اگه این فلسطینه، خب یه تیکش اون وره یه تیکش اون وره، اون کرانه غربیه، این نمیدونم نوار غزه است. بله این نوار غزه 2,200,000 نفر رو کردن توی قفس، دور تا دورش بستن. این نوار غزه است. خب مرد حسابی، تو اگه فکر کردی حماس الان گوش به فرمان توه، اقلا میذاشتی اینا بیان بیرون، برن داخل، بیان برن دکتر، بیان برن سر کار. ولی اون عباس، محمود عباس هم که مثل کنه به همه آویزونه که پول بگیره، از اون مرده که بدتر، از اون مزخرفات که بود، یاسر مزخرفات. اون کسی که اونجا هست، اون دولت خودگردان فلسطینه. یعنی همین چهار تا و نصفی آدم هم که مونده فلسطینی، اینا باز دو قسمتش کردن، یه تیکش انداختن غرب، یه تیکش انداختن شرق، یه تیکش انداختن شمال، یه تیکش انداختن جنوب. بعد اون دولت نیست، حکومت خودگردان فلسطینه، این یکی هیچی اصلا، حماس هیچ، یه شبه نظامی که هر از مدتی حمله میکنه که هر وقت نتنیاهو خواسته ای داره بیاد بگه اینجا بود که اون خانم دکتره گفت اسرائیل آخونده رو احتیاج داره و آخونده اسرائیل رو. الان قولتون میدم فردا اگه تقی به توقی بخوره، همونایی که از خامنه ای و آخونده متنفرن میگن نه ما وای میسیم مملکت رو نگه میداریم، حاضر نیستیم یه غریبه بیاد تو مملکتمون. بعضی وقتا این جنگ ها رو خود اونهایی که تو اون کشور بودن را میندازن. چند دفعه این نتنیاهو خواست دولت تشکیل بده نتونست، 6 دفعه الان 19 سال چند ساله داره نخست وزیری میکنه،
نمیتونه یه نفر رو بیاره که باهاش موافق باشن. یه سری آدم تندرو رو آورده اونجا جمع کرده، همه رو گریزان کرده، ولی الان سر این مسئله جنگ اونا اومدن گفتن ما با تو ائتلاف میکنیم تا موقعی که این مسئله جنگ تموم بشه. و من این لینکی که گذاشتم برید نگاه کنید، این آقایی که با خانم ایمی صحبت میکنه میگه که این جنگ تموم بشه تازه دادگاه نتانیاهو شروع میشه، چون میدونید دادگاهی دیگه هم داشت، اونم مثل ترامپ از لحاظ به اصطلاح متهم شدن و محکوم شدن پروندهش قطوره. گفت تازه میان دنبال این. و یه جمله دیگه ای گفت، یه کتابی نوشته، کتابش اینه: اسرائیل نمیتواند 2 میلیون نفر مردم غزه را زندانی کند بدون پرداخت هزینه هنگفت. حالا زندانی، شما میدونید غزه رو میگفتن زندانی بدون دیوار، در صورتی که دور تا دورش هم دیواره. کاری که این حماس کرد با تکنیکایی که اینا خواب بودن، اومد از رو دیوار پرید و اومد دیوار رو زد خراب کرد با لودر. حالا اینا میگن بولدوزر ولی من لودر دیدم، با لودر اومد زد اینا رو خراب کرد. اونا با موتورسیکلت و با این گلایدرایی که کرایه میدن، اینجا میری کرایه میکنی رو تپه ها میچرخی و اینها، اومدن حمله کردن. حالا هی اصرار دارن که بگن این کار ایرانه. ایران هم که همه جا هی میاد میگه بله ما بودیم، میگه آقا ما نبودیم، ولی این کاری که اینا کردن درسته، چون شما انقدر به اینا فشار آوردید که اینا مجبور شدن دیگه این کارو بکنن، یا مرگ، دارم میگه یا مرگ یا شهادت. مثل این ازدواجایی هست که طرف میگه بابا مهرم حلال جونم آزاد، شوهره به خاطر مهریه ندادن خانمه رو گیر انداخته تو خونه، خانمه میگه آقا این مهریه گور پدرت، نخواستم، جونم آزاد. اینا به اینجا رسیدن. حالا به قول آقای غزالی، یه سربازی هم ممکنه خربازی در آورده باشه، یه دختر اسرائیل رو نمیدونم رو موتورسیکلت اینجوری انداخته باشه اونجوری انداخته باشه. تو جنگ، جنگای چیز، برید همین فیلمی که بهتون میگم نشون میده که سربازای اسرائیلی قدیمی که الان بازنشسته شدن، میگه من 250 تا تیر داشتم، ما اینا رو مینداختیم تو قفس که وقتی یه تیر میزنیم 3 نفر بکشه. حالا به شما قفس نشون میدن که بچه‌ها تو قفسن. اصلا این فیلم قدیمیه، معلوم نیست بازی بوده چی بوده. آقای دادرس نوشته بود ما هم که به یه قوره سردیمون میشه، به یه کشمش گرمیمون میشه. فلسطین و اسرائیل و اون منطقه مثل یه کندوی عسله، به خاطر این ریسورسی که داره و اون به اصطلاح منطقه‌ای که قرار گرفته و این خدای کوفتی هم اومده گفته همه تون از اینجا میرید بهشت، مسجد الاقصا اینجاست، نمیدونم بیت المقدس اینجاست، کوفت اینجاست، زهرمار اینجاست، بمونید اینجا تا بمیرید، از اینجا میرید بهشت. این شده کندوی عسل. خب کندوی عسل همیشه زنبور داخلشه، هر از گاهی یکی یه تیری یه سنگی میزنه. من اتوبوس واحد اومده و شیراز با داداشم میرفتیم الکی سوار میشدیم میچرخیدیم، بنزای 302 نو با اون بنزای قدیمی و اتوبوسای نمیدونم مایکروس و فلان اینا، خب این خیلی خوب بود، 2000 میدادیم میرفتیم اونجا، پیاده نمیشدیم برمیگشتیم. یه دفعه قصردش پیاده شدیم رفتیم اونجا، گفتیم حالا چیکار کنیم، داداشم گفت حالا اینجا هستیم میریم گردو میچینیم، سنگ انداخت همون، زنبورا حمله کردن همون، و ما در رفتیم. این بنده خدا که منتظر بود حاصل کارش گردو باشه، وایساد گردو جمع کنه، زنبورا ریختن روش. یه 2 ساعت بعد از اونجا که اومدین داداش من، یه فیلمی هست برید ببینید، مال مایکل شورت، مایکل شورت اسمشه، مال اونه ببینید، زنبور میزنتش تو هواپیما و اینها، خیلی جالبه، فیلم قدیمیه 30 چند سال پیش. خلاصه حالا ما به جایی که همدردی کنیم با داداشمون، هی اصلا میخندیدیم، بچه بودیم خندمون میگرفت، این وایساده برای 2 تا گردو اینجوری زنبورا زدن، و زنبور هم وقتی میزنه رو سر و اینا خیلی درد میگیره. این ماجرای زنبوره. ولی شما از اونجا که میری دوباره این زنبورا یه مشتی ویز 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 اینجوری میکنن برمیگردن میرن تو همون کندو.
هم حماس حالا از بین بره نره ما نمیدونیم، شاید دیگه کار نتانیاهو با حماس تمام شده، از بین ببرتش. ولی تو که آقا اینقدر دقت عمل داری، تو که دیگه الان ای آی رو در اختیار گرفتی، Artificial Intelligence، هوش مصنوعی رو گرفتی، تو که گنبد چی میگن آهنین درست کردی، Iron Dome درست کردی برای دوتا شهرت، به اینا هر روز میبالی، به خاطر اینا از اینا اون پول گرفتی، چرا چهار تا تروریست بچه 15-16 سال و 19 سال و 20 سال نتونستی به اصطلاح پیدا کنی کجا هستن چه کار کردن، بگیریشون دستگیرشون کنی، حتی بزنی اونا رو منفجر کنی. فیلم ها رو نگاه کنید میبینید از یه جایی که ساختمون بلندی نیست از اونجا این موشک ها میاد. خب آقا تو برو با هواپیما همونجا یه بمب بنداز. به مردم میگه نه برید بیرون، که بعد حماس گفت اگه بدون اخطار بیای هر حمله ای که میکنی ما یه دونه از گروگان ها رو میکشیم. این گروگان کشتن و سر بریدن دوستان حماس اختراع نکرده. برید بزنید فرانسوی ها در الجزایر و مراکش و اینها چه کار میکردن. کشور خودمون ایران این آقای سردار جنگل و اینها رو وقتی کشتن چه کار کردن؟ نمیخواستن یه جنازه 120 کیلویی رو بکشن بیارن، سر طرف رو میبریدن میآوردن که جایزه شون بگیرن. این سربری از اونجا بوده. حالا اینا هم حماقت کردن سر بریدن، من نمیگم نه، چون ندیدم نمیدونم. سر نبریدن نمیدونم، نه نمیدونم، بگم yes no نمیدونم. ولی خانم خبرنگار تو که رفتی اونجا میگی تو این ساختمون 40 تا بچه سر بریده است، یه مش کیسه مشکی میارن میبرن. خب تو وظیفته بری ببینی بعد بگی من دیدم، به ما نشون نده. بعد بله ما صحنه های خطرناک طاقت نداریم ببینیم، روزی 100 بار صحنه های بدتر از این به ما نشون میدین. کی نشون میدین؟ وقتی که مصلحتتون باشه. حالا آیا من از حماس پشتیبانی میکنم؟ نه، اصلا گور پدر حماس، سازمان حماس برید ببینید، بخونید ببینید چی نوشته. نوشته باید همه یهودی ها کشته بشن تا ما بریم بهشت. خب کار خرسب کن، یکی یکی کشته میشن، چرا تو حالا میاد خودتو به کشتن میدی؟ اونا هم یه آشغالی هستن. حالا صهیونیست از کجا درست شد؟ از این ماجرای تندروهای یهودی. حماس از کجا درست شد؟ از تندروهای فلسطینی که حتی حوصله یاسر عرفات نداشتن. میدونید با اون چیچیه آزادی بخش فلسطین، ارتش آزادی بخش فلسطین، اینا دعوا کردن، جنگشون شد، اینا پیروز شدن، اونا در رفتن، رفتن با آقای عباس محمود، الان همینجوری شده یه چیز دیگه که دیگه اسم ارتش آزادی بخش فلسطین هم برداشتن که بتونن از این ور اونور پول بگیرن. این مردکه عباس محمود حتی میره از مریم رجبی پول میگیره. خب شما نظرتون چیه؟ من نمیدونم. کسی این آگهی ما رو دید که امروز اگه بخواین میتونید بیاین روی برنامه با تلفن، نه چون تلفن وصل نیست به سیستم، با اسکایپ بیاین و صحبت کنیم. بله آقای دادور اینجاست، آقای آتیلا اینجا هستن. من نمیدونم این دوستان حتی اگه میخواین صحبت کنید با فیسبوک هم میتونید از طریق اون برید اونجایی که مینسه مسیج، یعنی میخواین با من مسیج بدید، بعد بزنید ویدیو، بیاین اون وصله به کامپیوتر، ولی این تلفن 202 فوری میبردتون رو پیامگیر و وصل نیست. میتونستم این کارو بکنم ولی فکر کردم اگه کسی میخواد بیاد صحبت کنه، مثل آتیلا که دوربین میگیره دستش میره تو برلین صحبت میکنه، کن درست برلین کن. دیدم آقای هیتلر دخترها رو برلین انتخاب کرده، یه دفعه رفتم برلین پر آقای اکبری توی کن هست. مثل آقای سفر دادور که قبلا هم تو تلویزیون اومده راجع به کمک کردن به افراد نابینا و دستگیری از دیگران، نه دستگیری دیگران، کمک کردن به دیگران، بیان بشینین صحبت کنین. ولی اینکه آقا من زنگ میزنم اینو میگم شما برو از قول من اون بگو، نه دیگه، ما
گذشت این روزا. خب این فلسطین و اسرائیل، نیش زنبور، کندوی عسل، اینا هر دوش با همه، باید مواظب باشید. بعد تاریخ این دوستان یهودی رو باید ببینید از کی، چرا اون چیچیه مال مصر اینا رو کرد بیرون، چرا واقعا اینا 3000 چند سال پیش توی مصر چه کار کردن که گفت یهودی ها برن بیرون؟ بعد آیا یهودی یه مذهبه یا یه ملته؟ ملت یعنی جمع افرادی که در یک کشور دور هم زندگی میکنن. آقا سوئد کشوره، ولی مذهب مثلا پروتستان کشور نیست که، ملت نیستن که، اینا یه مذهبه، 4 نفر بهش عقیده دارن، 20 نفر عقیده دارن، بریم برای خودتون کلیسا بسازی. چگونه است که یه دفعه اولین دولت مذهبی دنیا رو اسرائیل درست میکنه؟ برید کنساش رو نگاه کنید، اون مجلسش رو برید، از بالا تا پایین این نصف کورستا رو میذارن رو کلشون، نگاه کنید، بعد بسته بودنشون رو نگاه کنید، کتاباشون رو بخونید، معاملات با خودشون حق ندارن از هم دیگه سود بگیرن، نزول بگیرن، ولی نصف بیشتر نزول خورای شیراز کلیمی بودن. من خودم یادمه داداشم کارمند شرکت نفت بود، میخواست یه ماشین 8000 تومانی بخره، پول نقد نداشت، بانک هم که قربونش برم انقدر پولاشون داده بودن به برادر شاه که دیگه پول نداشتن به کارمند پتروشیمی شرکت نفت وام بدن. داداش من رفت از یک آقای کلیمی بود به نام سیمین نگار یه هم چیزی، از این پول قرض گرفت و نزول گرفت. و برای من اون لحظه خیلی سخت بود که ما رفتیم اونجا نشستیم که این پولو بگیریم، سود ماه اولش همون موقع گرفت. گفت خب این مثلا 8000 تومان ماه اول 200 تومان باید سود بدید، 200 تومانشو برداشت. کدوم بانک با شما این کارو میکنه؟ اینجا پول که به شما میدن حتی ماه اول به جای 30 روز 45 روز به شما وقت میدن، بعدن ازتون نزول میگیرن، بعدن ازتون سود بانکی میگیرن. چون بعضی وقتا میگیم نزول و ربا به بعضیا برمیخوره. ما یه دوستی داریم میگه این ربا خیلی بده. میگم آقا تو اگر ربا نگرفته بودی میتونستی ماشین داشته باشی؟ میگه نه. میگم میتونستی خونه داشته باشی؟ میگه نه. میگم میتونستی شرکت داشته باشی؟ میگه نه. میگم خب پس خفه شو زندگی تو بکن. و اون بانک اسلامی که آخوندا به شما قول دادن یکی رو من نشون بده. اون قرض الحسنه ای که آقای بنی صد صندوق درست کرد، 10 تومن میذاشتی شما 100 تومن بهت میداد، 20 تومن میذاشتی 200 تومن میداد، 30 تومن میذاشتی 300000 تومن بهت میداد، برو خونه بخر. قرار بود قرض الحسنه باشه، اونا چی شد؟ کجا رفت؟ حالا شما ببینید یه آقایی به نام آقای دکتر ابوالحسن بنی صد که من افتخار داشتم یه ساعت نیمم خونش بودم و باهاش صحبت کردم، ولی اجازه نداد ویدیو ضبط کنیم یا آدیو برداریم. ایشون رفته اقتصاد خونده فرانسه، تو فرانسه رسیده به اقتصاد اسلامی. خب این ببین این ریشه خرابه. این یه مصاحبه الان صادق زیبا کلام کرده با این خزعلی، میگه آقای خزعلی شما همه این چیزایی که میگی راجع به یهودی یا اسرائیل درست، اصلا شما رفتی حماس نابود نکن، حماس تقویت کن، برن یهودی ها رو بزنن. آخه قربونت برم 85 میلیون تو ایران براشون چیکار کردی که حالا میخوای بری اونجا ها رو بگیری یا اونجا ها رو به خودت بپیوندونی؟ نمیدونم دم چیز خانه از پای بس ویران است. این ماجرایی که من قدیما شنیده بودم، دکتر هلاکویی بهاییه، بعد شنیده بودم سر چند تا معامله ای که نمیدونم دوستان بهایی پول گذاشتن پول برداشتن فلان، اینا اختلاف پیش اومده. اینم مثل اون آقایی که دکتر ایرج یگانه بود میمد برنامه میذاشت که گفت من بیام از بهایی ها بگم که اینها هم مثل یهودی ها تو کار به اصطلاح پول و اینا چه کارها میکنن، که بعد دهنش بستن. اونم بنده خدا نمیدونم هوایی بود کجا بود، گفت آقا بی خیال ولش کن. ولی دکتر هلاکویی بعد از این همه سال بیش از نیم قرن درس دادن و درس یاد گرفتن از مردم به این نتیجه رسیده خدای چی، کشک کی، طبیعت چی.
پیروز داشت با یه دختر صحبت میکرد که سرنوشت روزی که ما دنیا میان بهمون میگه کی هم میمیری. گفت خب هم چیزی قبول داری، الان برو بالای ساختون خودتو بنداز پایین، پس نباید بمیری. میدونی اینا که میگن سرنوشت، اینا که میگن خدا، همراه من بریم طبقه 16 خودتو بنداز پایین. مگه نمیگی خدا برای تو یه روزی معین کرده؟ اگرم تازه اینجور بشه میگه آها همین بوده، گفته تو میای به من میگی من برم خودمو بندازم. اینی که خدا رو طرف دو تا جمله نوشته بود، نوشتم آقا قید خدا رو بزنید، خدا رو از جملتون ببرید بیرون، اون وقت بیاین انسان، منطق، قانون، نمیدونم روانشناسی. آقا بچه‌ای که اسباب بازی بدین تو فیلم‌ها عکس‌ها نگاه کنین، بابای افتخار میکنه بچه رو گذاشته روی تاقدوش، میگن چه میگن روی شونهاش، این دستش اسلحه هست، این دستش کلت. خب این دختر تازه، حالا پسرها که دیگه مصیبت داره وابلاترن، اونا یه چیز جنگی هم، خروس جنگی هم توشونه. خب این 13-14 سالش که میشه دوست داره بره یه تفنگ بگیره اندازه خودش، سنگینی خودش و الی آخر. دیدیم دیگه تو جنگ ایران عراق بچه های 10-12 ساله 13 ساله شناسنامه داداشش رو میدوزید میمد ثبت نام میکرد که بره جنگ. اینا کاری به آخوند نداره، کاری به اسلام نداره. یهودی هم همیه، صهیونیست، مسیحی هم همینه. حالا همین یهودی ها رو اون جنگ های صلیبی و اینها، خب اونا هم یه مجموعه بوده که اینا رو اینجوری آزار داده و اینا الان به این نتیجه رسیدن به هیچ کس اطمینان نکنن، با خودشون باشن و یه جایی رو برای خودشون درست کنن. بعد میاد 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 جلو تا میرسه به یه جایی که اینا تصمیم میگیرن حالا که میخوایم از اروپا بریم اون کشور رو بسازیم، اسرائیل، صهیونیست، هرچی، بریم زمین ها رو بخریم، قیمتی که نداره که، زمین ها رو میخریم بعد هی افزایشش میدیم. گویا اون عثمانی، حکومت عثمانی دوزاریش میفته، میگه کسی حق نداره به یهودی ها زمین بفروشه. حالا گوش کنید، این وسط یه آخوند ایرانی، اسمش من چون یادم نیست درست نمیگم، یه آخوند ایرانی، ببینید اون دیگه چه جاکشی بوده، میومده از عربا که بهش اطمینان میکنن زمین ها رو میخریده میفروخته به یهودی ها، میشده میدلمن، دلال. شما ببین اینجوری. بعد یه دفعه فلسطینی ها چشم باز کردن، دیدن بغل دستشون همسایهشون اسرائیلیه و اسرائیلیه میگه که این زمین تو من بفروش. میگه بابا نمیخوام، این میخوام بچه‌م، دخترم میخواد عروسی کنه، میخوام بهش بدم. میگه ببین به من نفروشی فردا اسرائیلیا میان ازت میگیرن. برید این ویدیو رو نگاه کنید، به خودتون مدیون هستید. آمریکایی‌ها میگن you owe yourself، به خودتون بدهکارید که برید این ویدیوها رو نگاه کنید. فقط به فاکس نیوز گوش ندید. بابا دیگه الان ترامپ هم صداش در اومده، هم از دست دوستان یهودی هم از دست نتانیاهو. میگه اومد اومد تا رو شبی که ما خواستیم این مردی که قاسم سلیمانی رو بکشیم، گفت ما نیستیم. بعد گفت من گفتم چیکار کنم، ارتشی ها آمریکا گفتن ما همه برنامه رو انجام دادیم، بدون اون میریم جلو اگه شما بگی. گفت منم گفتم برو بزن بکش، زد و کشت و اومد و درست شد رفت. الان دوباره ترامپ میگه اگه من بودم نه جنگ اسرائیل میشد نه جنگ حماس میشد. خیلی هم باور دارن اگر ترامپ باشه جنگی نمیشه، چون اصلا حوصله جنگ نداره. شما برید به حرفای ترامپ گوش کنید راجع به بی‌حجابی، میگه آقا تو اون منطقه بهشون میگی بی‌حجاب باش، میگه من هزاران سال صورتم پوشوندم. بعد نگاه میکنه به خانوما میگه خانوما شما چقدر طول کشیده خودتون اینجوری خوشگل کنید؟ خب فکر کنید اگه اختیار دست خودتون بود جلوش یه پارچه می‌بستید میمدید بیرون دیگه. اون زنا اونجوری شدن، میخواد بگه زنا تنبلن، اونجا نمیرن، به خودشون نمیرسن. اینه که اون خاورمیانه رو میگه شت هول، آفریقا و اینا رو میگه شت هول. خب ولی با همه اینا یه ارادت خاصی به ایران داره، چون ایرانیای نیویورک و اینها تو معاملاتی که با ترامپ انجام دادن بهش ثابت کردن که ما از تو زرنگتری، ما از تو شالاتانتری. این ارادت خاص رو داره و وقتی هم توضیح میده راجع به حجاب و اینا میگه البته ایران مستثناست، ایران استثناه. خب دوستان عزیز، این هم دوستان، ببینیم که چی به چیه.
بس شنبه این موقع بد موقعیه، هم تو آمریکا همه بیرون خرید و اینا، هم تو اروپا هم لابد گشت و گذار. این روزا هم که کنسرت ها دوباره راه افتاده، همه به جای خودشون. خب خب خیلی هم خوب. آقای ناصر پاک نژاد که بنده خدا اصلا باورش نمیشد که یه نفر بیاد ازش یه سوال درستی بکنه و این نتونه جوابش رو بده، گفت که من حالا میرم برنامه خودم رو میسازم. امروز براش نوشتم آقا چی شد، ما فکر کردیم تو برنامه میسازی، ما مشهور میشیم معروف میشیم، ولی اقلا به خودت ثابت شد که حتی یه برنامه چوسکی نمیتونی بسازی. آقای داریوش سجادی رفته ایران تو این برنامه حرف نو، برید نگاه کنید آشغالا هر اینجوری نوشته، نون اینجوری نوشته، نقطهش کرد کنه تهیه کننده. خب مردک بنویس حرف نو، این هنون این یعنی چی؟ خب عبدی مدیا اومده این برنامه رو پخش میکنه که آقای عباس عبدی، این با اون عبدی مدیا فرق میکنه، دانشگاه هست، صحبت میکنه با آقای داریوش سجادی. آقای داریوش سجادی من یکی دو بار باش مصاحبه کردم، این تو آریزونا زندگی میکنه و همش هم مسافرت این ورانوره، هیچ کم نمیدونه کارش چیه شغلش چیه، ولی طرفدار شدید آخونداست و حکومت آخوندی. اون وقت اونجا آقای عبدی میگه آقا همین دوست ما یه مدیای درست کرد، چی بود اسمش، صحرا بود، کویر بود، چی بود، اینم بستم براش نوشتم. آقای عبدی کی مدیای اینو بست؟ یه وبسایت هم نه، یه دونه کانال یوتیوبی مجانی گرفته این آقا، ولی دید باید وقت بذاره، باید بشینه اونجا. من الان میتونستم با نوهام برم اینجا، پارس پلیس الان برنامه داشت، همسرم گفت میای بریم بازی، گفتم نه الان من فردا میبینم ایشون. باید از خودگذشتگی کنی، از وقتت بذاری، از پولت بذاری، میتونی 2 ساعت اضافه کار کنی ولی میگی نه من باید برم برنامه اجرا کنم، 2 تا $20 $2 تا $30 ضرر کنی. اینا این کارو نمیکنن، میان اول میگن کاری نداره که طرف گفت دیگه، گفت برنج بریز، آب بریز، 2 شاخشو بزن تو پریز، یا به قول اون آهنگره شاگرده که رفت اومد گفت کاری نداره که این آهنو میذاری گرم که شد گردش میکنی میل میشه، پهنش میکنی بیل میشه، به این سادگی نیست. اون آتیش شما باید روشن کنی، پای اون آتیش باید وایسی، بعدم اگه یکی بیل خواست شما میل دادی دستش، میله رو میکنه یه جایی. برایش نوشتم آقا این آقا همش مسافرت ایران اینور اونور ترکیه است، دید آقا چرا بیاد بشینه مثل سربی احمق برنامه بذاره، میره مهمون اینو اون میشه. شما دیدید اینایی که از این کانال میزنی رفته اون کانال، از این کانال رفت، که اصلا دیگه شما تلویزیونا رو به خاطر اینا اشتباه میکنی. اونا زرنگتر از ما هستن. من اگه یه بار دیگه دنیا بیام، نه توی رادیو تلویزیونای فارسی برنامه میذارم، نه میام یه تلویزیونی یا یه کانالی به نام خودم شروع میکنم. آقا ناشناس، مگه این خانم کوچه نیست؟ الان پشت سرتون بیاد تو لبنیات فروشی شما نمیشناسیش. مگه این آقای مردم ریپورت داد نت نیست؟ آقای کاوه کیوان، این خدا بیامرزه، این پرویز کاردان به من گفت آقا این دیگه کیه، اینو از کدوم سوراخی پیدا کردی؟ گفتم والله ما تو جعبه شیشه نشستیم، اونا ما رو پیدا میکنن. خب آقای آتیلا نوشته که جناب سهرشاد، این جنگ اسرائیل و حماس هم همه یک سناریو باشد که نوار غزه کلا نابود بشود و کشور مستقل اسرائیل تشکیل شود، البته با چراغ سبز همه کشورهای اطراف. دیروز با پتیک صحبت میکردم، پتیک گفت میخوان از این اسرائیل یه اون چیه تو فرانسه هم رفتم، یک کشور کوچولوی همش قمار و ماشینا میان، کانت مارلو ما چیه، اصلا هم خوشم نیومد بوی دود این ماشینای مسابقه ای، روزی که اونجا بودن این ماشینای مسابقه ای میمدن میرفتن اینها، اعصابم خرد شده بود. درست کانت مون یه چیزی اینجوریه که از فرانسه با اتوبوس میتونی سوار شی بری یا خودت با ماشین بری، ولی میری واقعا یه کشور دیگه و اونجا مالیات هم نمیدی، پرینس داره، شاه داره، شاهزاده داره. اون وقت این حاج محمد خودمون شاه حتی به اونا اون موقع پول میداده، گفت مادرش خان کرم بود، بداد از پس و پیش که همه چیش رفت پیش پیش.
و این کشور، این حکومت آخوندها دوستان دنباله حکومت شاه اسلام پناه است ولا غیر. هر کسی در این رابطه حرفی داره بیاد مهمون من بشه. اینجا که ما هم اسکایپ رو باز گذاشتیم هم فیسبوک، میگم شما میتونید بیان از طریق ویدیو بیان صحبت کنید، به شرط که من وقتی میزنم طرف دستشویی نشون نده، چراغ نشون نده، صورتش نشون بده بشینه اونجا، اون وقت صحبت کنید. یعنی اگه کسی حرف میزنه پشت حرفش وایسه. خب آقای دادور میخوای شما صحبت کنی؟ اگه نه من دیگه هم گلوم درد میکنه، گفتم بهتون اینجا هم درد میکنه. آقای آتیلا شما میخواین صحبت کنید؟ صحبتی اگه دارید که بخوایم صدا و تصویر پخش بشه، شما که استاد من هستید تو این کارهای فیسبوک و اینها، این امکان داریم الان که این کارو بکنیم، یا از طریق اسکایپ. اسکایپ هست مردم تی وی 1. این برنامه رو بعداً اگر از یوتیوب میبینید، یعنی یه وقتی به غیر از ساعت الان 1:36 بعد از ظهر روز شنبه 14 اکتبر هست، تقریبا شب شنبه شب در ایران 22 مهر، اگر وقت دیگه میبینید این برنامه زنده نیست، میتونید پیام بذارید، با واتساپ پیام صوتی بذارید با شماره تلفن 202-695-2573 پیام صوتی بذارید و من پخش میکنم اون پیام ها را، در مورد صحبت میکنم. صهیونیست جنبش سیاسی، اوکی آره بله، یکی از دوستان نوشته فلانچی در رابطه با پیدایش اسرائیل برام بفرست، گفتم باش. صهیونیست دوستان جنبش سیاسی و ملیگرای یهودی که در اواخر سده 19 میلادی، میدونید وقتی میگیم قرن 19 یعنی سال 1800 تا 1899، و اشتباه نکنید وقتی میگیم 19 نگید 19 فلان، قرن 19 نمیشه 1900 فلان، قرن 19 چون قرن اول از یک شروع شده، یکی داخلش نیست که، بگذاریم ولی اون دیگه اونانو، که در اواخر سده 19 میلادی شکل گرفت. ولی شما برید سخنرانی ژنرال دوگل، خوبه دیگه اینا زنده بوده، فیلم بوده، حرفش هست، سخنرانی ژنرال دوگل پس از جنگ شش روزه و پیروزی اسرائیل بر اعراب رو ببینید و بشنوید. میگه آقا مبارک، شما پیروز شدید، حالا میخواین چه کار کنید؟ میخواین یه زندان بزرگ درست کنید و به اینا بگید تروریست و خودتونم با اسلحه وایسید از اینا مواظبت کنید؟ اونا میدونستن اون موقع، میدونستن که این دوستان کلیمی ما خودشون هم الان حاضر نیستن برن تو اسرائیل زندگی کنن، میرن از روسیه و کشورهای این ورور لهستانی بدبخت گدگودوهای کلیمی رو میارن اونجا، 4 قطعه نون خوش بهشون نشون میدن، میان اینجا اینا رو میکنن گوشت جلو توپ، همه سو نمیدونم اون چیزا هم هر کی میزنه توپ میزنه، میزنه به اینا اسرائیل. درست حسابیش فکر کنم اونجا حیفا میفان کجا هستن، اونجا هستن که گاهی وقتی یه بمب اتوبوسی منفجر بشه و الی آخر. بله خیلی ممنون. کشور موراکو، دمت گرم آقا. رفتم آقا، افتضاح، یه کازینوی داره، طرف میاد بچه گداها با این ماشینای نمیدونم لامبورگینی و فلان پیاده میشه میره اونجا قمار میکنه میبازه میره، بعد شما تو شهر که راه میری بوی دود، رفتیم اون موقعی که این ماشینا مسابقه نمیدونن چی اونجا هست و اینا، افتضاح. بعد یه جای کوچیکی، حالا میری اون بالا منطقه به این زیبایی، مشت کشتی پولارا اومدن اونجا اینجوری تو هم عین مورچه، من ای خاک بر سرتون، من اگه برم لب آب حسین آباد و اکبر آباد شیراز بشینم بیشتر از موراکو لذت میبرم. یه روز صبح رفتم، شب که اونجا گفتن میخوای بمونی، گفتم نه چی آخه، فردا میام این آشغالا رو ببینم، یه مشتی آدم گدایی که پولدار شدن، اونایی که پولدار بودن پولدار شدن که نمیان اینجاها، این گداهایی که پولدار شدن همین یارب مباد گدا معتاد ورشن میان اونجا پوز بدن، قم پوز در کنن چوسی بیان، ها اینجوریه. خب بذار ببینیم، بله اینم از این. و سخنرانی ژنرال دوگل من توی فیسبوک خودم هم، صفحه فیسبوک خودم هم گذاشتم،
و از خودتون سوال کنید چرا نتانیاهو از سازمان حماس حمایت میکرده و امروز چجوری شده سورپرایز شده با این کارهایی که میکنن. اون نویسنده هم که بهتون گفتم، خبرنگار و نویسنده کتاب، توی برنامه دموکراسی تودی با خانم ایمی گولمن بود، اسرائیل نمیتواند 2 میلیون نفر مردم غزه را زندانی کند بدون پرداخت هزینه هنگفت. هزینه هنگفت میدونید چیه؟ همون خانمیه که بدن لختش رو انداخته بودن تو پیکاپ تراک. هزینه هنگفت همون دختریه که از عقب ماشین پیادش کردن، بعد گفتن شلوارش چون اینجاش خونیه حتما بهش تجاوز شده. این هزینه هنگفته، والا شما نگو 17 سال کرده بازم میتونه. 2000-3000 نفر تو این چند روز کشته شدن از دو طرف. حالا ببین اونایی که بچهش امروز کشته شده فردا به کدوم سازمان میپیونده، منافع کدوم کشور رو در کدام کشور به خطر میندازه. چرا جرأت نمیکنن به اونایی که میخوان از فلسطین حمایت کنن، صدای مظلومیتشون رو برسونن، اجازه راهپیمایی نمیدن؟ مگه آزادی نیست؟ چرا 5 سال زندان گذاشتن اگر شما از حماس حمایت کنی در فرانسه؟ آقای دادرس تو وبسایتش برید بخونی، توی فیسبوکش. چرا در آمریکا جوان دانشجویی رو که رفته دانشگاه کجاست؟ شما میری یاد بگیری، من اومدم قبل از اینکه برم تو جامعه حقیقی یاد بگیرم با مردم چگونه حرف بزنم، چگونه منطقی باشم. اونجا صدات سرکوب کنن، اونجور آزادی تو از بین ببرن. خب دوباره برمیگردیم به همین، جنگ جنایت است، کودک کشی و کشتن شهروندان جنایت جنگی از هر طرف. من جنگ ایران و عراق هم که بود، وقتی نشون میداد عراقی ها را اسیر گرفتن دلم کباب میشد براشون. الان دیدید در سر تا سر جهان طرف میگه من عراقی هستم، بعد از این پرسه من با تو دشمنم؟ نه، من با تو دشمنم؟ نه. این صدام حسین نادان، خمینی که میخواست اسلام رو صادر کنه، و اونایی که با جنگ حکومتشون رو دوام بخشیدن. چرا میگن جنگ تا پیروزی، در صورتی که همه میدونیم جنگ تا نابودی هست. زنها بدون شوهر میشن، بچه ها بدون سرپرست میشن. از روزی که اوکراین شروع شده این همه پول و اینا میدن، چجوری هدف تمام این وبسایت ها زنای اوکراینی میخوان تن فروشی کنن، زنای اوکراینی میخوان بشن عروس، بیان نمیدونن خودشونو بفروشن بهت. این نتیجه جنگه. و آقای اوکراین هم، این آقای زیلینسکیه چیه، همچین ناراحته، میگه آقا ما یه دکونی باز کرده بودیم دو نفر، حالا رفته بودیم یه مش لامپ مهتابی هم خریده بودیم، اومدیم این نتانیاهو پرید وسط دکون دو نفش ما با کونه پتی. خب امروز شنبه 22 مهر ماه بود 1402، 14 اکتبر 2023. همینجوری که این کاغذ پاره میشه و تموم میشه میره تو سطل آشغال، این ماجرا نیز بگذره. خیلی نگران نباشید، گلوی خودتونو نمیدونم رگ گلوی خودتونو کلوف نکنید، فلان جای خودتونو پاره نکنید. اونا به فکر من و شما نیستن. طرف میگفت که این آقای آخوند رسایی میخواسته بره غزه، بعد امروز سر از بیمارستان در آورده. گفتم خب حتما با جنابش دیشب همراهش بوده. چی میگن؟ تمرز. کسی که خودش به مریضی میزنه میشه تمرز. خب این دوستان ما هم در فیسبوک مایل نیستن که بیان تو برنامه نظرشون رو بگن، بهشون حق میدم، چون ما ایرانی ها هنوز یاد نگرفتیم که آقا نظر دیگران رو گوش بدیم، حتی اگر با نظر اونها مخالفیم. خود من اگر دوباره دنیا بیام
نه صفحه فیسبوک باز کنم، نه صفحه مردم تیوی باز کنم، نه تلویزیون اینترنتی باز کنم، نه تو رادیو فرفکس میرم برنامه میذارم، نه تو تلویزیون رنگارنگ میرم، نه تو تلویزیون ما میرم، نه تلویزیون آپادانا میرم، نه تلویزیون نمیدونم هر لجنی که بگید دیگه نمیرم. روز روزگار بر شما خوش. فقط اجازه بدید من یه نگاه کنم اینجاها ببینم دوستان چیزی ننوشته باشن. نه، چون لینک توی توییتر نمیدونم لایوی هست که میشه اینتراکت داشته باشی، یعنی با هم رد و بدل کنی چیزی بنویسی یا نه. بذارید من ببینم با این آقا میتونم تماس بگیرم و بهش بگم که من بذارید کامرا آف، استارت کال. خب این دوستمون هم نیستش، ایشون ایران هستن، حتما کار دارن. یکی از برنامه سازهای خوب به نام آقای الیاس فرخ، حتما شما برید ویدیوهاشو ببینید. ویدیوهاشو با زحمت درست میکنه. اون روز داشتم با شاهین صحبت میکردم، گفت عمو جون آخه من اینا این مزخرفایی که میگم، خودش هم میگه این مزخرفایی که میگم 16000 نفر میبینن. میگم خب چی میشه؟ میگه همه خودم دوست دارم دیگه میبینن. میگم اوکی، اگر اینجوری هدفت، ولی برو این ویدیوهایی که آقای فرخ الیاس درست میکنه، یا الیاس فرخ، فکر کنم الیاس فرخ پور هست، درست میکنه، یا برنامه سازهای دیگه، حتی برنامه های تفریح مثل اون آرش کمانگیر که تو آلمان هست، فکر کنم دوسلدورف هست، برنامه درست میکنه. ببین مسافرت میره، خرج میکنه، وقت میذاره، البته زن و بچه نداره. یا ویدیویی که دوستون آقای هادی، فامیلیشو نمیدونم ولی فامیل انگلیسی هست، تروی نوا، همون نوا یعنی نو، که رفت زن گرفت ترکیه، حالا برنامه میذاره، کامیون رانندگی میکنه، امیدوارم خسته نباشه، هیچ وقت خودشو خسته نکنه که خواب بره و خدای نکرد تصادف کنه. امیدوارم همسرش به خوبی و خوشی و سلامتی بیاد اینجا و این هم عاقل بشه، کامیون رو بذاره کنار، بیاد شهرنشین بشه و زندگی خوبی داشته باشه. فیلمای اونم نگاه کنید، اصلا بذارید صفحاشون نشون بدم، یه تبلیغی بشه برای این دوستان. تروی، برید توی یوتیوب بزنید، بریم جمله دوم، همش میگیم بزنید تروی اکسپلورز، یعنی این اکسپلور کردن یعنی گشت و گذار، ماجراجویی، این ور اون ور رفتن. خودش نوشته ماجراجویی با تروی. این صفحهش، بذارید من بهتون نشون بدم، میگه سکرین کپچر، میگه بله اینجاست، کامرای 3 دیگه، این روز و اینا رو خاموش کنم، هر کی قرار بود ایمیل بفرسته فرستاد، هر کی قرار بود زنگ بزنه زنگ زد پیام گذاشت، اونا رو دیگه بعدن چی میکنیم. اینه ماجراجویی با تروی، این اسم مهمه دوستان، ببینید تروی اکسپلورز. بعد برید ببینید مثلا همین رو اسم خودش رو ویدیوها که میزنید مینویسه که چند نفر سب، ببینید 47000، ما 25 ساله داریم این غلط رو میکنیم، 2700 تا چی داریم سابسکرایبر، که هیچ کدومشون هم 1 دلار 2 دلار کمک نمیکنن، ولی این 40 اینا خوب موقع رسیدن که دیگه احتیاج نبود که کسی بهت کمک کنه. ایشون 282 تا ویدیو گذاشته، 47000 اینقدر سابسکرایبر داره. ببینید مثلا این ویدیوهای آخرش اینه، آشپزی و دوغ درست کردن، ما تو کامیون تریلی، یه چیزای خیلی ساده، فارسیش هم گاهی وقتا خودش هم میگه من نمیدونم به فارسی چی میشه، یک روز و یک شب در جاده های آمریکا، وای که آبروم رفت، اینجا یه اگزیتی رو رد کرده بود، خیابونای اطراف، من بهش نصیحت کردم تو رو خدا این اسکیت رو بذار دور، با اسکیت توی پارکینگ های ماشین و کامیون اینا نرو. خلاصه رفت زنگ گرفت اومد، اون کامیونش فروخت، حالا یه کامیونی
اجاره کرده از اون شرکت، احتمالاً برنامه‌هایی داره، امیدوارم موفق باشه. همسرش که بیاد لاغ میخوان ماشین خودشونو بخرن الی آخر. بذارید براتون آرش کمانگیرم نشون بدم. آرش اون کارش کلن متفاوته. اون میره سفر، میره مسافرت. و یه چیز دیگه‌ای که من دیدم تعجب میکنم، از ویدیوهای یوتیوب و تیک تاک و اینستاگرام و اینا ور میداره برنامه درست میکنه. مثلا این آقایی که نشون میده، این دوتا زنشو نشونده، زن سوم میخواد. بعد آرش خودش اینجا نشسته، خودش هنوز زنم نداره، میگه مرد سه زنه چی میگه. نگاه کنید، مثلا 46,000 نفر تو دو روز گذشته اینو دیدن. برای که کسی حوصله نداره بیاد حرفای سوربی رو گوش کنه که اسرائیل کیه، اسرائیل چیه. میگه به من چه آقا، راستم میگید شما، کاری نمیتونیم ما انجام بدیم. آقای رضا سلامی الان چند ساله میخواد یه تلویزیون راه بندازه. بهش گفتم آقا من 500 دلار میگیرم، پول خرج یه روزی که میام اونجا و برمیگردم، میام برات یه استودیو درست میکنم. میگه ندارم. بهش میگم آقا شما برو رو کامپیوترت، من کمکت میکنم، اصلا تلفنتو بگیر دستت، برنامه بذار. نمیکنم. حالا هی آقای داریوش سجادی نره دروغ بگه تلویزیون منو بستن. تلویزیون تو رو کی بست؟ بیا من باهات برم تلویزیون رو دوباره باز کنم. بگو یا پول اینترنت تو ندادی، یا پول ماهیانه اینا بدونم آب و برق و گاز و خونه تو ندادی، خونه تو بستی، اصلا گفتی من چرا خونه داشته باشم، میرم دو ماه دبی زندگی میکنم، دو ماه ترکیه زندگی میکنم، سه ماه ایران زندگی میکنم، دوباره برمیگردم. اینا هم نمیگن، میگن آقای دو ماه پهلو ما بوده، دوباره میرم پهلو مهمون اینا. ما این گونه ملتی هستیم. ولی بیچاره مهسا میمیره، هممون میشیم متخصص بیهوشی، متخصص تیر خوردن، متخصص اعصاب، نمیدونم جنگ میشه، هممون میشیم متخصص فلان. کشتن منه تو این چند روز. آقای سوری نظر شما چیه؟ تو بودم با من نظری ندارم. اینا دوتا پسرامو هن، فامیل هن، مثل سگ گربه میزنن تو کله هم دیگه. و الان داری میبینی حزب الله تو لبنان. حالا این ماجرای حزب الله تو لبنان، حزب الله لبنان کیان اینا؟ ملیتشون چیه؟ مذهبشون که خب اسمه داره میگه، گفته ما اگه پاش برسه حمایت میکنیم. بعد نتنیاهو میگه ما شما که تو لبنانی نقشه رو نگاه کنی، با شما کاری نداریم، ولی میان سوریه رو میزنیم. زور میگه آقا. حالا چرا زور میگه؟ برای که هدف اصلی صهیونیستا اینه که لبنان رو بگیرن، سوریه رو بگیرن، اردن رو بگیرن. حالا اردن هم آقای کینگ عقب افتاده، عبدالله میره پهلو این صحبت کنه. بدبخت اینا به تا کونت تیپا میزنن میکنن بیرون. ولی اینجوریه، قدم به قدم پیش میان. بس دیگه زیاد صحبت کردم. اول برنامه رو اگه ندیدید از اول تماشا کنید، به شرطی که یک قلم و کاغذم با خودتون داشته باشید بنویسید. حسن این که وقتی تماشا میکنید اینی که میتونید نگهش دارید با ماوستون، با موشواره میگن، میزنی رو تصویر وای میسه دوباره حرکت. من تند حرف نمیزنم، ولی اگه یه جایی من تند حرف زدم، شما میتونید سرعت حرف زدن رو هم کم کنید یا زیاد کنید. من برنامه های ایرانی رو وقتی گوش میدم از بس فس فس میکنن، میذارم روی کنیم دو برابر سرعت که زود جونشون بالا بیاد، منم ببینم چی گفته و ببندم و برم. و اما یک پروگرامی میخواستم راجع بهش صحبت کنم که این جنگ چیز برنامه منو عوض کرد. یه چیزی هست با فارسی بنویسید دوستان، درماندگی آموخته شده. آزمایشات گوناگونی در این باره انجام دادن، ولی مثل که به انگلیسی هم میشه learned helplessness، درست میگم؟ helplessness یا درماندگی آموخته شده، که یک دانشمندی، یک کسی رفته تحقیق کرده به نام مارتین سلیگمن. اون آزمایش سگ و اون وقت هایاتون میگفتن میزنه میاد خوراکش میده، میزنه میاد میزنتش فلان، نه با حیوانای متفاوت و اینا آزمایش کردن. این به من و شما میگه که درماندگی آموخته شده
چیزیه که من و شما نز سراغون رفتیم. اینی که جمهوری اسلامی میاد یارانه میده، اینی که شاه میاد خوراک تو مدرسه میده، که اون اصلا برنامه یونیسف بوده، دیدن بچه های ایرانی قدشون و اینا کمتر از چیزهای دیگه هست، گفتن بابا یکم به اینا خوراک بدین، اینا یه سریش برمیگرده به همین درماندگی آموخته شده. پس به فارسی بنویسید درماندگی آموخته شده، به انگلیسی بنویسید learned یعنی یاد گرفته شده، آموخته شده، helplessness. اوکی؟ و اما میگن چرا لاک پشت که ما شیرازی ها بهشون میگیم کاسه پشت، چون یه مثل کاسه از پشتش، عمر طولانی داره. میخواستم اول اینو بگم، بگم فکر کنید، چون هم در برنامه قبلی گفتم، میگه برای که سرش در لاک خودش هست. اینم یه درس دیگه بعدی که به ما دادن، سرتون تو لاک خودتون باشه، سرتون بندازی برو کارت انجام بده بیا، چی کار داری به کار دیگران، میدونی؟ اینم یه درس بده. چرا لاک پشت عمر طولانی داره؟ برای اینکه سرش در لاک خودش هست. و اما سرزمین مادری، در برنامه قبل من راجع به وطن پرستی گفتم، این کلمه پرستیدن یعنی پرستاری کردن. شما وقتی بت پرست هستی از این بت پرستاری میکنی، همون داستانی که میومدن یهودی بودن یا هرچی بودن بت پرست بودن، این بت های مکه و اینا رو تمیز میکردن، پرستاری میکردن. شما وقتی میهن پرستی از میهنت، از مردمت پرستاری میکنی، هی همتون چی جانم فدای ایران، این مزخرفا رو بریزید دور، یکیتون حاضر نیستی $2 برای یه پسر ایرانی، یه بچه ایرانی خرج کنید. البته خب هستن کسانی که ما با کمک اونها در ایران، اجازه بدین عکسارم نشون بدم حالا که اینجا هستیم، کیف و کفش و کتاب و اینها تا اونجایی که زورمون برسه بتونیم فراهم میکنیم اینا. بله این یکیش بوک یک نشون میده که کامرای سه دوباره، بله نشون میده لوازم تحریر، تاریخشم 1-7402 اول مهر ماه، مداد 300 تا اینقدر، دفتر اینقدر، خودکار آبی اینقدر، مداد تراش اینقدر، پاک کن اینقدر، مداد رنگی اینقدر، خطکش اینقدر، 16 میلیون تومان اینا مست که اینجا هم یال نمیدونم. در صورت دیدم جمهوری اسلامی دوباره یه سری بازرس را انداخته تو خیابونا قیمت ها رو کنترل کنن. این احمقان نفهمیدن، نه شاه با اتاق اصناف و جریمهش، نه شما با شلاق زدن نمیتونین کاسبا رو به اصطلاح مجبور کنین قیمتی که شما میگید بدن، بذارید فری انترپرایز. اگر رفتم من دیدم آقای ایکس میده 12 تومن، همونو آقای ایگرگ میده 10 تومن، میرم از اون میخرم. نه خودتون رو آزار بدین، نه حقوق بیجا خرج کنین، نه الی آخر. این یه دختر دانشجوی ایرانی هست در ایران که من حتی نمیدونم کدوم شهر هستن، ولی اینا مثلا از دسفول کمک میکنن تا اون شهر دیگه‌ای که نزدیک اصفهان و شهر کرد و اینها بوده، کتاب و لوازم و عکس و اینها برای بچه‌ها میفرستن. و اینم کارتای اعتباری ایران کیش، ایران کیش رسید مشتری، نمیدونم در اصلا ما سیستم ایران هم نمیدونیم. خب یه چند تا عکس دیگه هم هست، بزن من بهتون نشون بدم ببینم اینجا چجوری میتونیم بریم عکس بعدی. آها من بارها تو برنامه گفتم که اگر انگلیسی براتون میاد هی ننویسید خب آقا این ترجمهش چیه، بدید گوگل ترجمه کنه. ولی با دیدن این بهتون میگم بدید گوگل ترجمه کنه، ولی مواظب باشید. میگه گوگل ترنسلیشن، این سعدی تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز، میگه گوگل جواب داده You fuck Nikki and throw her in the river. میگه تو نیکی رو فلان کن و بندازش توی رودخونه، خدا God will return her to you in the desert. میگه خدا اونو به تو برمیگردونه توی صحرا. اینم از ترجمه گوگل. این ماجرای تلویزیونا و پروپاگاندایی که من براتون گفتم اینه. میگه قالیشویی شربت اغلی شعبه تورغزاباد، این مرده داره قالی میشوره و اینها. بعد اینجا عکسش رو نگاه کنید سایش، میگه اینهاش بمب اتم تو دستشه،
احتمالاً این باید نتنیاهو باشه، چون چند سال همین بازی رو برای مردم درآورده. گفت هیفنون رو با دوستاش تو سرقت بانک میگیرن، قاضی بهشون میگه شما محاربین. هیفنون به دوستش میپرسه محاربین یعنی چی؟ قاضی میگه یعنی جنگ با خدا. هیفنون به رفیقش میگه بی پدر نگفتم تیر هوایی نزن، بفرما خورده به خدا. آها این عکس دوستان، اینایی که بچه هایی که سر بریده شدن و نه من دیدم نه شما دیدین دل میسوزانید که باید دل سوزان، اینه باید. دختر 4-5 ساله احتمالا 6-7 ساله، چون اینا کوچیکتر از آدم های معمولی هم خوراک بنزه کافی گیر نمیاد، ببینید پدرش چجوری فریاد میزنه. خب شما از این پدر میخوای تابع قانون نمیدونم سازمان ملل باشه؟ ذهی خیال باطل. این تقریبا مثل نقاشی و عکسه، ولی خالی از حقیقت، دور از حقیقت هم نیست. خب اینم میگه روزی عربی نزد قاضی رفت و گله کرد که مردی از پارس کفش او را در مسجد دزدیده است. قاضی سخن او را شنید و گفت پرونده را ببندید. حاضران شگفت زده از قاضی پرسیدند چرا این گونه حکم کردی؟ قاضی گفت نه عرب کفش می پوشد و نه مرد پارسی اصیل به مسجد می رود. عبید زاکانی. من شک دارم عبید زاکانی همچین چیزی رو گفته باشه، ولی در سوشال میدیا هر کسی هر مزخرفی می‌نویسه ابراهام لینکلن، نمیدونم واشنگتن، سعدی، حافظ، که اونجوری که شما بگی خب حافظ گفته دیگه. و این عکسیه که من خیلی دوستش دارم. اگه گفتید چرا؟ این فامیل رفسنجانی رو نشون میده که دم در زندان منتظرن برن ملاقاتی بازداشتگاه اوین. که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. همسر هاشمی رفسنجانی و دخترش فاطمه کنار زندان بیرون زندان اوین در انتظار برای اجازه. امیدوارم از این بدتر به سرتون بیاد، چون شماها ظلم کردید به مردم ایران. بله اینجا میگه stop the war، میگه صبر کنید من برگردم، این زدم اینجا اون رفت روی ثانیه، یه ثانیه یه بار تصویر رو برای شما عوض میکنه. بابا نخواستیم اینجوری، بیا میگه جنگ رو stop the war on children، جنگ و کودک کشی رو تموم کنید. Every war is a war against children. تمام جنگ‌های دنیا جنگ بر علیه کودکان هست. چون اگر شما فکر کنید اون بزرگسالی که کشته میشه بالاخره چند سال از عمرش باقی مونده بوده، ولی اون کودک‌ها هستن که از بین میرن. اینجا هم نوشته که لنتیا کوفاندر هست. بله این مال سیو د چیلدرن. یادم میاد اون موقع سیو د چیلدرن خانم زنوسی، دکتر زنوسی بود که چند مدت از ایشون من خبر ندارم. و اما به دیگه بدون این نمیشه. شاه اومد، شازده اومد، چاهزاده اومد. من نمیگم شاهزاده ها، میگم چاهزاده، یادتون باشه. دوستان نگاه کنید، این آخوندهایی که میگفتن دستبوسی شاه حرام و فلان، نگاه کنید خودشون چجوری وای میسن مردم دستشون ماچ کنن. حالا از اونا این عقب افتاده رضا پولوی، از اون بدتر این زنش که با اون آقای فرانسوی هم معشوقه و گوجی گوجی و همه کار میکنن، اون هم ببین چجوری قشنگ دستش آورده بالا به جایی که این دختر خانم رو بگیره بغل کنه بگه دستبوسی کار درستی نیست. این احمق تازه به دوران رسیده، ببینید چجوری وایساده. سلام، اینجا قبر میخائیل کلانشیکوف است. میخائیل کلانشیکوف سازنده کلانش است. سار دوار داوشی دو کور زندا دوش مرد بوش مرد خشم مرد. یه دونه تیر من فاتحش و من مراسم عروسی به چیل نوردن، خشم هیچ تیر نبست که پا تأثر مال تا بن مال یه عروسی جری پیل قرزی کنی تیری سونی تق 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 چه بکش. دوستان من این ویدیو رو میتونم بگم 10 بار 10 مرتبه نگاه کردم. فکر کنم زبونی که صحبت میکنه لوریه، مطمئن نیستم، حتما دوستان میگن سفر یا آتیلا یا آقای نیساری اینا دوستان به اون میگن که زبانی من
متاسفانه تو این رشته خیلی بده. میگه که این قبر اون کلاشینکوف یا هرچی، یا ما اشتباه میگیم کلاشینکوف، میگه این اون تفنگو ساخته، در زندگیش هم یه دونه تیر شلیک نکرده، نه تو عروسی فلان نه این فلان، ولی ما تو عروسی ها تق 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 و چقدر کشت و کشتار میشه، یعنی عروسی رو تبدیل به عزا میکنن با این تیرایی که احتمالاً گرونم میخرن. اینم این زنیکه عقب افتاده و فکر کنم دیگه همین عکس بسه. ببینیم چی داشتیم. آها از اینجا من بعضی وقتا مثلا این ببینم 6100 نفر فالوور ما هستن. میدونی که ما 5000 نفر بیشتر نمیتونیم روی سایت شخصیمون داشته باشیم، ولی چجوریه که این فالوورها ما وقتی برنامه میذاریم نیستن؟ همه اینا سرکارن، همه زحمتکشان شدن طرفدار ما. زحمتکشان جهان جمع شوید. اینا هم جالبه چیزایی که تو چیز میاد بعضی وقتا نوشته، عکس خدا و آدم عوار گذاشته برای یک دانه سیب از بهشت اخراج. اینم معلوم نیست سیب بود یا گندم بود. برای یک دانه سیب از بهشت اخراجت میکنن، بعد 124000 نفر به دنبالت میفرستن که مسیرت رو نشون دهن تا دوباره به همون جا که اخراج شده بودی برگردی، و حتی اگر دوست نداشته باشی برگردی، به زور تو را در آتش فرو میکنن و میسوزانن. این داستان را به هر آدم عاقلی بگی فکر میکنه شیشه کشیده ای. این کریستال توی ایران میگن شیشه. بله اینم آقای زمانی، فراد زمانی فکر کنم گذاشته بود، میگه این دین و کتاب تورات و اندیشه صهیونیستم اینجوریه. عکس نتانیاهو اندیشه کشور من، از این میگه، از این بر میگه آدما میرن که فکر کنن یه چیزی یاد میگیرن، از این ور الاغ دوپا میان بیرون وقتی این قوم خودشان را برتر میدانن و دیگران را حیوان. این عکس هم خیلی جالب بود، چند دو هفته پیش بود، گفته بود که دالان عقیم سازی خائنین. بعد اینجا عکس ثابتی، اینجا هم زده نمیدونم کشور شاهنشاهی، به ترتیب اسماعیلیون، آخوندی اگه اشتباه نکنم، مسیح علی نژاد، این آقای فرداد فرهزاد، پشت سرش دوست دخترش سیما ثابت، پشت سرش علی افشاری و پشت سرش مسعود بهنود. این آخری اون خانمه بود که فکر کنم از بی بی سی رفت بیرون. حالا صحبت از بی بی سی شد، یه خانمیه نمیدونم چی چیه، کوهکن کوهسار، بدبخت از ترس کم مونده بود جیش کنه تو خودش دیروز وقتی صدای این توپ و تانک و اینا میمد. حالا من نمیدونم چرا فرستادنش اونجا. جالبه وقتی هم میفرستنشون اونجا بهشون میگن شما خبرنگار ارشد هستین. ای قربان روزی که هممون این رو ببینیم، این کنسرتی که گذاشته بودن، فستیوالی که گذاشته بودن، فستیوال سول زیر گوش آدمایی که تو زندان غزه هستن. ای کاش سالها پیش یه کنسرتی گذاشته بودن که فلسطینی ها و اینا توی نیویورک، فلسطینی ها، عربا، هر کسی، اسرائیلی، همه جمع شدن، زدن و رقصیدن و خوردند و رفتن خونه با امید اون روز. ولی آخوندان نمیذارن، نتانیاهوهان نمیذارن. اینم که اون دفتر مداد اینا، اگه خواستید به فامیلاتون پول بدید کمک کنید، اگه فامیلاتون رو قبول ندارید، این شماره تلفن این کتاب فروشی هست، به اونا زنگ بزنید، اگه نه به تلویزیون مردم حمایت کنید. ما معمولا اون کسی که میگه اینو فرستادم برای دفتر کتاب، همش رو 100%شو برای دفتر کتاب، ولی اونی که میگه آقای سربی اینو فرستادم هر جور خودت داشت دوست داشتی خرج کن، من زور میرم اینجا کارگرا وایستادن نرفتن هنوز نهار $10 $20 یه جا میری، اینایی که میان توالت تمیز میکنن اومده تو رستوران هنوز نه هسته نه ویتره نه ویترسه، اینا رو من به اونا انعام میدم، چون اونای دیگه انعام میگیرن. $10 بهش بدی تا 3 روز خوشحاله. اینم این مال کتاب، اینم تو سعدی نیکی میکنه، اینم نشون دادیم، اینا رو همه رو نشون دادیم. سلام. تا آخر برگردیم برنامه رو با این عکس که واقعا درسته که قلب آدم رو میفشاره، ولی یادمون باشه که به اصطلاح وجدانمون رو بیدار نگه داریم.
روز روزگار بر شما خوش. ازتون خواهش میکنم این برنامه ها رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، فالو کنید و از همه مهمتر برای دوستان و دشمنان خودتون ارسال کنید. خیلی ممنون که با ما بودید. بله، OBS رو ببندیم. استاپ استریمینگ، استاپ ریکوردینگ.